با درود و سپاس از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه های ما هستید، برنامه شما و کارشناسان و بازار املاک روز تورنتو. همونطور که میدونید این روزها اخبار املاک در تورنتو بسیار داغ و هیجانی هست و یکی از بهترین پروژه هایی رو که مدت های زیادی هست که همه در انتظارش هستن که این پروژه در واقع لانج بشه و ما خوشبختانه در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای آرمین پرتاش هستیم که ایشون بروکر و مشاور املاک هستن. سلام آرمین جان، مرسی از شما و با اطلاعات مفیدی که میدین. هر دفعه برای ما خبرهای بسیار خوبی رو میارید، مخصوصا برای سرمایه گذاران عزیزمون، هموطنانمون. ممنون میشم که خود شما این پروژه رو اعلام بفرمایید و در واقع اطلاعاتی که مربوط به اون هستش به بیننده عزیزمون توضیح بدید. حتما. چشم. سلام عرض میکنم. این پروژه که خیلی وقت بود که منتظرش بودیم که برای اینکه لانچ بشه، همونطور که شما فرمودید، البته الان روی پری لانچ هستیم، هنوز دیتیلز کاملش در نیامده. دیشب ما قرار داشتیم با این مارکتینگ این کمپانی و دیولپر، اسمش از وان دلایل که اسم خود خیابونم وان دلایل از یانگ و سنت کلر هست. این 47 طبقه است که تو به اصطلاح 3 تا قسمت تقسیم میشه که یکیش از سیتی کالکشن بهش میگن که از طبقه 5 تا طبقه 29 خواهد بود. یکی دیگه چه از سکای کالکشن. چقدر خوب تقسیم بندی کردن. بله، از طبقه 30 تا 43 خواهد بود و یکی دیگه پنت هاوس کالکشن که 45 تا 47. الان چون روی این عکس هستیم فقط بگم که این پروژه با سلیت هست که به اصطلاح خود این کمپانی که دارن این پروژه رو میسازن. سلیت کمپانیه که هر 4 تا کورنر یانگ و سنت کلر رو خودشون خریدن و به همه اون، یعنی اون 4 تا کورنر بله مال اوناست. استودیو گنگ که به اصطلاح کمپانی هست که داره این کل پروژه رو دارن دیزاین میکنن که بسیار بسیار کمپانی معروفی هستن و جین گنگ که صاحبشون هستن به اصطلاح جزو الان امسال شدن جزو 100 نفر بزرگترین اینفلوئنسر زن دنیا. بسیار بسیار حالا پروژه های خوبی رو ایشون دیزاین کردن در کل دنیا. که این هم یکی از پروژه هاست و 6 ساله که دارن روی این پروژه کار میکنن تا بالاخره تونستن به این نتیجه برسن. بله، ایشون هستن که به این نتیجه برسن که بتونن این پروژه رو به این مرحله رسوندن و بتونن به اجرا بیارن. موقعیت خود این پروژه، حالا اگه با محله آشنا باشید، نیبرهود که یکی از اکسکلوسیف ترین و به اصطلاح گرون قیمت ترین میتونم بگم محله های، اگه نگم کانادا، تورنتو 100%. بله. از یه بر شما وصلیم به روزدیل، از یه بر وصلیم به مور پارک، فورست هیل، خب اینا جزو گرونترین و اینکام اون منطقه خیلی خیلی بالاتر از اوریج اینکام یه تورنتونیانه. حالا چیزی که از رو آمار میگن، یه تورنتویی اوریج اینکامشون 64,000 دلار تا 68,000 دلاره، اون منطقه نزدیک 210 تا 250,000 دلار اینکامشونه. واقعا فکر نمی‌کنم بیشتر از این ما داشته باشیم در کل تورنتو که یکی از میگم اکسکلوسیو ترین نیبرهودایز که اونجا وجود داره. ولی کار خوبی که اومدن کردن، این دیولپر خواسته که هر کسی بتونه اینجا یونیتی بخره و به خاطر همین هست؟ یعنی از لحاظ، حالا ببینین، آخرین پروژه که لانچ کردیم تو اون منطقه که نزدیک بود که هممون میدونیم کجا بود، 8 ویلزلی بود. بله. 8 ویلزلی اسکور فیتی اوریجش 1650 بود فروشش. این 100% از این یکم بالاتر خواهد بود، ولی با توجه به طریقه پرداختش که بسیار بسیار طریقه پرداخت خوب و اترکتیو که قابل خوشایندی خواهد داشت برای همه و طولانی خواهد بود چون کلا اکیپنسیش هم دوره، در نتیجه کاری داره میکنه که هم از لحاظ سایز، هم آدمایی که دوست دارن تو اون محله خونه داشته باشن، بالاخره خیلی از آدما هستن که به علت موقعیت شغلی و کاریشون دوست دارن اونجا زندگی بکنن و خیلی از آدما دارن داون سایز میکنن، از خونه های خیلی بزرگ و گران قیمت و اونجا میخوان بیان یکم به خونه، به آپارتمان های کوچیک تر که باز دوباره برای اونها هم پروداکت وجود داره اینجا. خیلی هم دارن
به اصطلاح میرن به سمت بزرگتر کردن محل زندگیشون بده. که باز دوباره برای اونام پروداکتی اون تو وجود داره. کلا چند یونیت هست؟ والا تعداد ببخشید من چون از رو گوشی میخوام چون ما همین دیشب باشون تازه تونستیم این اینفورمیشن بیشتر رو بگیریم. دقیقاً برنامه برنامه جذابیت برنامه میشه. داغ داغ این اینفورمیشن. جدیدترین اخبار رو برای ما میاره قبل از اینکه حتی لانچ بشه و به پابلیک برسه. 47 طبقه است. یه خوابه، یه خواب دن، دو بدروم، تری بدروم. آره این ببین یکی از چیزایی که 100 درصد در واقع اکستریور دیزاینشو که داریم میبینیم. بله این استودیو گنگ که تونستن یه همچین دیزاینی بکنه که اینقدر خیلی الان مورد توجه قرار گرفته، داستان بالکنی و تراس اینجاست. دقیقا من خواستم میگم مثل که بالکنی های خوبی هم بله. داره اینجوری 80 درصد این بیلدینگ بالکنی و تراس دارن، حتی بعضیشون هر دوتاشو دارن. شکلی که تونسته تراس رو در بیاره به این صورته که شما چون اینجا میدونیم که من خودم مثلا تو طبقه 29 بیلدینگ زندگی میکنم، واقعا از بالکنم خیلی استفاده نمیتونم بکنم حتی که بالکن بزرگی دارم. بله ولی دیزاین قشنگی که اینجا کردن همش بر این اساس بوده که باد اذیت نکنه و عمق و دپت خیلی خوبی داره این تراسا که میتونن خیلی انجوی بکنن، فرنیچر خوبی بتونن بذارن استفاده بکنن، مثلا برای ما ایرانی‌ها 100 درصد ایرانی‌ها که واقعا همچین دوست داشتن که متاسفانه کرتن وال رو نمیدونم چجوری باید توضیح بدم به فارسی، مثلا دیوار پرده‌ای شیشه‌ای در واقع، یعنی اینقدر نازکه این در بین بالکن و لیوینگ روم و البته خیلی هم چیزه ها، یعنی ساوند پروفینگ و اینا داره، ولی موقعی که دلشون بخواد اگه این در این پنجره و در به اصطلاح باز بشه انگار که لیوینگ روم و این تراس با هم یکی شده. بس شده یکی در و همونطور که گفتی چون باد اذیت نمی‌کنه. بله در نتیجه خیلی راحت میتونه استفاده خیلی خوبی باشه. خیلی از یونیتا حالا ان شاءالله برسیم تو جلسات بعدی که اگه فلور پلان ها رو اینا رو بتونیم با هم مرور بکنیم، خیلی از یونیتا گس لاین دارن. بله پس میتونن باربیکیو بکنن توی بالکن و تراس خودشون. خیلی خیلی فیچرهای خیلی خیلی خوبی داره. دیگه چه امنیتی وجود داره؟ امنیتیز اگه اجازه بدین دوباره از این رو براتون بخونم. ببینین یه دونه زیرو اج استخر داره که چیزای منظورتون چی هست از زیرو استخر؟ از این عین آوتدور ایندور و ایندور ظاهرا بله اینطوری که اینجا نوشتن فعلا از این زیرو اج یعنی که میرسه به لبه انگار این انفینیتی پول رایت آوتدور ریوین تراس داره که یعنی برای امنیتیز برای کامن ایریا یه تراس خیلی بزرگی رو درست کردن که خیلی گرینه، خیلی همه چی سرسبز و خوب که میتونن برن اونجا برای گدرینگ های خیلی بزرگ، مثلا مهمونی های خیلی بزرگ، ایونت های خیلی بزرگ. طبقات بالاتر هست یا بله. طبقات هم فکر کنم از طبقه مثلا 35 به بالا خواهد بود. اسپا داره، سالت روم داره، اتاق نمک داره، سونا داره، تراس های پرایوت داره، واین اند کاکتل روم داره، لاونج داره، فیتنس داره، آشپزخونه داره برای آشپزی و این چیزا برای مهمونا، کوورکینگ سپیس داره که وای فای دارن اونجا، کامپیوتر دارن میتونن برن اونجا بشینن کار بکنن، اتاق بچه ها رو داره که بچه ها بتونن برن اونجا بازی بکنن، کانسیج 24 ساعته، لابی و لاونج و فایر پلیس. بعد پایین اینجا هم یه دونه ریتیل خواهد بود که هنوز معلوم نیست چیه، ولی مطمئنن به یه ریتیل بسیار بسیار ویل نون و مهمی میدن که بتونه بله بتونه ولیو خوبی رو به اونجا اضافه بکنه. امکاناتی که اون منطقه وجود داره نزدیک مدرسه هست. ببینید یکی از بهترین چیزا اینه که چسبیده به خیابون یانگ. بله. خب یانگ دیگه بهترین خیابون کاناداست، معروف‌ترین خیابون کاناداست. خب تا تورنتو هم که 100 درصد پس از در خونه از این پروژه تا سابوی یانگ و سنکلر قدم، یعنی واقعا باید قدم بشمریم. تو نیست که اصلا فاصله زیادی نیست. So steps away from آره واقعا هم از لحاظ منطقه بسیار عالیه. یکی از خوبیایی که داره این منطقه دقیقا موقع جایی قرار گرفت که تقریبا مثل انگار هل بالای یکم، یعنی از داونتاون که انگار بیایم به سمت سن کلر دارید انگار که سربالایی میایید، از اونجا هم دقیقا وقتی که برمیگردین تا بیایم برسیم به دیویسویل انگار دارین سرپایینی میایید. به خاطر همین انگار که بالای یکم انگار که نه واقعا از لحاظ موقعیتی یک کوچولو بالاتر قرار گرفته، در نتیجه ویو های خیلی خوبی خواهد داشت. به خاطر همینم هم تونستن اینقدر که 6 سال بود که روی پروژه کار میکردن. میتونه داشته باشه. 100 درصد ویو آبو دارن طبقات پنتهاوس و بالا، خیلی ها خیلی ها ویو خیلی خوبی دارن. از چه طبقه ای در واقع میشه ببینید ویو کلیر باشه؟ چیزی جلوش ساخته نشده باشه. از سمت ایست یه سری الان ساختمون هایی که وجود داره اونجا هست، اونا فکر میکنم
حد اکثر 20-22 طبقه است. نمیخوام الان چیزی بگم که درست نباشه، چون باید برم واقعا ببینم که چند طبقه بودن اونا. علی از ببخشید وستش، از طبقه از سمت ایستش هم حالا فعلا چیزی نیست، ولی خب دیگه این شهر رو داریم میبینیم، هر روز جایی شاید ممکنه ساخته بشه. ولی که از خوبیایی که داره این دیولپر، کسی که داره اینجا رو میسازه، هر 4 تا کورنر یانگ و سنکلر رو خریده، مال خودشه، سالهای سال که تمام اون بیلدینگ ها مال خودشه. در نتیجه کارهایی خواهد کرد که به هر بیلدینگی که اونجا میخواد اضافه بکنه کاری بکنه، همش به هم دیگه ولیو اضافه بکنه، ارزش منطقه رو بیشتر میبره بالا. اشاره کردین که شما پریلانج رو دارید، برای بیننده عزیزمون توضیح بدید که واقعا چه امتیازاتی رو. 100% موقع خوبی که راجع به پریلانج صحبت کردن اینه که موضوع پری وی آی پی هستش. ببینید بله پری وی آی پیه، ولی میخوام که راجع به سابمیت کردن فرستادن ورکشیت توضیح بدم کلا که چطوری عمل میکنه. الان ببینید اینی که شما تشخیص بدید کدوم بروکرید وی آی پی هست یا نیست، دیگه اونو من میسپارم به هر کسی که خودش هر جوری دیل میکنه، ولی فکر کنم توی رزومه هر کسی بشه مشخص شد که کیا واقعا میتونن یونیتو براتون بگیرن. پس یه بروکری یا ایجنتی که وی آی پی رجیستر اون بیلدر باشه، مثل همین که الان مثلا دیشب به ما یه سری اطلاعات دادن، ما از امروز کاری که میکنیم با مشتریامون داریم صحبت میکنیم و همه این اطلاعات رو به اونا منتقل میکنیم، ولی ورکشیت بر اساس اینه که مثلا شما به من میگین آرمین من یه یونیت یه خوابه یا یه خواب دن میخوام، حد اکثر باجت هم مثلا 700-800 هزار دلاره، درست میخوام بین همین، حالا که تیرا را مشخص شده، شما میتونی بگی من دوست دارم بین زیر طبقه 20 باشم، بالای طبقه 20 باشم، یا پنت هاوس باشم، ایست وست ساوت یا نورث رو ببینم، و این باجت همه، درست پارکینگ میخوام، لاکرم میخوام و اینم. پس من تمام این، من و تمام کسایی که حالا وی آی پی باشن، تمام این انفورمیشن رو جمع میکنن و میرن پیش، بر اساس اون ما از بیلدر بهش میگیم الوکیشن میگیریم، درست؟ یعنی به ما یه واحدایی کلا میده فقط اختصاصی به ما که ما بتونیم بفروشیم، کسی دیگه اجازه فروش نداره. ولی اونا رو چه جوری به ما واگذار میکنه، الوکیت میکنه؟ بر اساس همین اطلاعاتی که ما بهش بدیم و میگیم که ما الان بیشتر مثلا 20 نفر رو داریم که یه خوابه میخوان، 30 نفر رو داریم که دو خوابه میخوان، اینقدر تعداد. اون بر اساس اون به ما یه واحده. یه موقع من اگه 20 نفر یه خواب پلاس دن دارم، نمیاد به من 20 تا سه خوابه بده، چون میدونه من خب سه خوابه نداشتم. این باعث میشه که در واقع کلاینت های هر ایجنتی این برای اینکه گارانتی بشه که شما به یونیتی که میخواییم برسید. شما با سابمیت کردن یه ورکشیت به هیچ چیزی تعهدی نمیدید، به هیچ وجه. حالا یه مقدار راجع به ورکشیت چه چیزایی ریکوایرمنت هست؟ همین ورکشیت از شما یه دونه ایمیل ادرستون رو میخوان، شماره تلفنتون رو میخوان، کارتون چیه و کجا کار میکنید، اگه اند یوزر هستید یا اینوستور هستید، دقیقا یعنی بیسیک انفورمیشن. حتما یه دونه آی دی باید باهاش باشه و الان دیگه تقریبا 99% دیولپرها یه دونه هم اون سرتیفاید چکی که شما قراره اون 5000 دلار اینیشیالو بدید، یه عکس اونو از شما میخوام. پس چک پیش خودتون میمونه، شما حتی چکو به منم نمیدید فعلا. درست. چک پیش شماست، فقط من عکسشو برای دیولپر میفرستم که دیولپر بفهمه که پس ایشون چقدر سیریسه، زحمتشو تونسته بکشه بره بانک. ولی مرحله اول واقعا هم همینطوره به خاطر اینه که خیلی ها به هر صورت علاقمند هستن، میخوان بیان جلو، ولی واقعا اگر کسی برای خود بیلدر حتما باید مشخص بشه که یه کسی به قول شما قدم اول رو برداشته و واقعا سریس هستش. در نتیجه دیگه به قول معروف امکان اینه که اون، حالا به قول شما انتخاب زیاد هستش، یه خوابه میخواد، دو خوابه میخواد، در واقع ویوش چی باشه، همه اینا چیزایی هستش که امتیازات و بعدش هم اینطوری نیست که، یعنی بازم بعدش بهشون چویس های مختلفی داده میشه. بعد از اینکه ما یونیتا رو بگیریم به همون خریدار میایم و میگیم مثلا این آپشن ها حالا وجود داره، هر کدوم دلتون میخواد میتونه انتخاب بکنه. خوبی که پری کانستراکشن داره که فکر کنم خیلی هم راجعش صحبت کردیم اینه که شما هر موقع که پری کانستراکشنی تو آنتریو بخرید، به غیر از البته حالا دیتچ اگه بخرید، دیتچ همچین قانونی نداره، ولی برای فری هولد حالا تاون هاوس و کاندو، شما وقتی که حتی قراردادتون رو امضا بکنید و بره دیولپر هم اون امضا بکنه که اصطلاحا بهش میگن اکزیکیوت شده، هنوز این فرم نشده، یعنی هنوز 100% نشده، به شما 10 روز وقت میدن که شما 10 روز قانونن وقت دارین که تو این 10 روز ما مدارک رو میفرستیم یه لویر بخونه که ببینن تمام چیزایی که ما نگوشیت کردیم با بیلدر صحبت کردیم حتما اونجا هست. اگه چیز دیگه اون وکیل دلش بخواد عوض بکنه، میتونه به ما بگه که ما دوباره بریم با بیلدر صحبت بکنیم. در طی 10 روز اگه شما دلتون بخواد کنسل بکنید، واقعا اینو جدی دارم میگم،
فقط یه دونه ایمیله که شما یه ایمیل میزنید که من اینو نمیخوام کنسل، یعنی نه از شما دلیل میخوان نه هیچ. بعد چکشون که 5000 دلار اونو... دادن این در نقد نمیکنه، نقد نمیشه تا روز دهم. تازه روز 11ام فرستاده میشه به وکیلشون، چون وکیل باید اونو کش کنه دیگه. بعد میره وکیل، یعنی خود اون پروسه هم خودش یه هفته دیگه هم کاره. ولی اینا همش برای اینه که مطمئن بشن شما واقعا، اگه کسی که فکر میکنم به نظر من نتونه بره 7 دلار یا 7 دلار و نیمه یه دونه درافت گرفتن از بانک نتونه این کارو بکنه، تو چش اون دیولپر خیلی خریدار سیریوسی به نظر نمیاد دید. پس وقتی که داره میبینه یه همچین پروژه‌ای مثل بی ویو یا این که اینقدر خریدار روش هست، پس ترجیح میده با کسایی بره که تونستن یه قدم بیشتر بردارن و نشون بدن که ما خریدار سیریوس هستیم. پروژه بی ویو سولد اوت شد دیگه. بله فعلا سولد اوت، ولی دقیقا. خب یکی از پروژه‌هایی که فعلا توی 10 روزش یک دونه هم کنسلی نداشتیم. چقدر جالب. یعنی تمام بله. کسی که خریدن هیچ کس کنسل نکرد. ما با اطمینان خاطر با بله. شما دوست بیننده‌های عزیز میتونن بهترین انتخابا رو داشته باشن برای اینوستمنت سرمایه‌گذاری. فرمودید چه سالی در واقع اکوپنسی هست؟ چه سالی؟ سوال خوبیه داریم. ولی هنوز جواب نداریم. من فقط برای اینکه کسایی که دوست دارن، چون میدونم خیلی دارن این پروژه رو دنبال میکنن، وان دلایل 6 سال این پروژه داره راجبش یعنی صحبت میشه که به این نتیجه گیری آخر برسن که بتونن همه چیش هم اپروو، یعنی سایت اپرووال رو دارن، زونینگ اپرووال هم دارن، پس همه چی آماده است. از هفته دیگه به مدت از یعنی بگیم از همین امروز به مدت 2 هفته ما قراره همینطوری هی خورد خورد اطلاعات ازشون بگیریم. ولی همین الان به ما اجازه اینو دادن که ورکشیتمون رو بتونیم سابمیت بکنیم. پس اگه کسی علاقه‌مند دوست داره هم میتونه تماس بگیره که دیتیلز بیشتری بگیرن. بالاخره شما حالا زحمت داریم میکشین چند تا عکس و اینا رو داریم اونجا، ولی خیلی اطلاعات بیشتری هست که بتونیم بهشون ایمیل بکنیم که بالاخره سلایدایی که درست کردیم راجع به تمام اینفورمیشن از لحاظ بیلدر، دیزاینر، محله، چه مدرسه هایی اونجا وجود داره. یکی از بهترین رنکینگ های بهترین اینو یعنی کاملا از فکت که بهترین مدرسه های تورنتو در اون منطقه قرار دارن، یعنی شما به اون دیستریکت میخورین میتونین اونجا بچه‌هاتون برن. یکی از دلایلی که خیلی‌ها دارن این پروژه رو میخرن به علت اینه که دقیقاً بتونن بچه‌هاشون در آینده بتونن به این مدرسه ها برن. پرسیدین کی آماده میشه؟ من تخمین میزنم، هنوز میگم قطعی نگفتن، 8 برزی کی آماده میشود؟ 8 برزی 25، حالا شما باید 26 بله. میگن دیگه اینا خیلی دیلی میشه بعدش. من فکر نمی کنم این پروژه زودتر از 6 سال دیگه باشه، به خاطر اینکه همونطور که تو عکس و اسلاید هم دیدیم پروژه بسیار لاکژری هستش و مسلماً زمان بیشتری خواهد بود برای تحویل دادن. حتماً زمان بیشتری میبره، عجله نخواهد و واقعاً هم به نظر منم کسایی که دارن میخرن هم نباید عجله‌ای داشته باشن. بلی. با این روالی که هم هیستوریکلی هم از لحاظ تجربه داریم میبینیم 100% فقط به نفعمونه که هی دیرتر این آپارتمان ها داره آماده میشه. بلی. و بیشتر خب اون سود اومده روش. و دقیقا شما الان نگاه بکنید بازار املاک در سال 2026 5 سال دیگه در صورت روند در واقع رشد رو که ما نگاه میکنیم و روند گرون شدن مسکن در کانادا، یعنی برای اون سال یه همچین ریتی پر اسکورفیت هر اسکورفیتش واقعا میتونه یک سرمایه گذاری مطمئنی دقیقا باشه. 6 سال پیش پری کانسترکشن ما میفروختیم اسکورفیتی تقریبا 600 درست الافرج الان 1200 دقیقاً دو برابر شد. 6 سال بله. پس دقیقاً همین روش هم نمیتونه، هیچ کس نمیتونه بگه 100% ولی مطمئناً در یعنی اینوستمنت واقعاً حالا تو هر چیزی شما اینوست میکنین نباید به یه چیز فردا آدم نگاه بکنه. حتماً بله. یه چیز طولانی مدت بهتون 100% سود خواهد داد توی همچین شهر و همچین کشوری شکی درش نیست. من فکر نمی‌کنم زودتر از 2026 شاید هم حتی دیرتر باشه. ولی یه چیز چیزای بحثایی که دیشب باشون داشتیم و خیلی دارن روش تاکید میکنن اینه که بسیار بسیار دیپوزیت استراکچر خوب و اترکتیوی میگم ارائه خواهند داد که پس در نتیجه با یعنی با که میگن یعنی همه هدفشون اینه که هر لایف استایلی بتونه از اینجا خرید بکنه. پس من چیزی که حدس میزنم اینه که کوچیک یعنی به جای 5% حتی بکنن 2.5% و شاید با فاصله های خیلی خیلی زیاد بلده. که همه بتونن سیو بکنن دوباره بدن برای پیمنت بعدیشون. دقیقاً. خب بیلدر هم یه مقدار پول احتیاج داره که سریعتر دوست دارن که به هر صورت بیلدر بسیار پول داریه. دقیقاً. بسیار بسیار پول داره بلده. ولی بله 100% بالاخره اینا باید بفروشن که بتونن سرمایه‌گذاری پروژه همین هست. یه خبر خیلی خوبی هم که حالا دیشب به ما داد ولی باز هنوز قطعی نیست اینه که میخواد که سعی بکنه به فورن بایرها خریدار خارجی
و به همون چیز بفروشه، یعنی اون پروموشن دپازیت استراکچر رو بتونه به خارجیان بده، چون میدونی هر بیلری 35% دیگه نخواهد بود، یک میخواد نباشه، هنوز قطعی نکرده ولی هدفش این، هر بیلری یه تعداد یونیت رو مشخص میکنه که من اینقدر تعداد به خارجی میفروشم، درست؟ بیشتر از اون نمیفروشه. اینا میخوان اصلا کلا اون رو بردارن و بگن آقا کپ نمیکنیم، هر چقدر خارجی اومد دلشون خواست بتونن بخرن. که یکی از، چون میدونم خیلی خارجی ها، یعنی از اروپا بسیار بسیار دنبال این پروژه هستن، میگم بازم به خاطر استودیو گنگ که یکی از بزرگترین دیزاینرهای دنیا هستن، بسیار بسیار جاهای خوبی رو دیزاین کردن، در نتیجه خیلی خیلی آدم دنبال این اینجا هستن که بتونن از مثل سکالرد، سکالرد هم یکی از پروژه‌هایی که از همه جای دنیا، بیشتر البته از نیویورک بودن که از سکالرد خرید کردن، ولی 100% اینجا هم جایی که اینترنشنال بایرها فوکسشون روشونه که بتونن اینجا یونیت داشته باشن. 100% یه سوالی داشتم اونجا، چون ممکنه که سوالی بیننده‌ای عزیزمون باشه، در پری کانستراکشن یعنی پیش خرید آپارتمان، سه تا فاکتور اصلی رو بگید که انتخاب یک نفر برای بهترین خب کلا که ریل استیت فکر کنم از همونجوری که از قدیم همیشه شنیدیم لوکیشن اولین حرفو میزنه، درسته؟ لوکیشن به نظر من از همه چیز مهمتره. دیولپ اون کسی که سازندشه خیلی خیلی چیز مهمیه، و حتی سازنده باید سایت اپرووال و زونینگ اپرووال هم داشته باشه. یعنی نه اینکه حتما چون یه سازنده خوبه، خب 100% سازنده خوب نمیاد کار اشتباهی بکنه، ولی سایت اپرووال و زونینگ اپرووال یکی از چیزهای خیلی مهمه که بعداً پروژه کنسل نشه به خاطر اینکه من نتونستم زونینگ بگیرم. بعضی پروژه ها رو که شنیدیم کنسل شدن، یعنی این دوتا رو نداشتن؟ بله. پروژه های بودن که فروختن و دو سال بعد اعلام کردن، سه سال بعد حتی پروژه‌ای بوده که ما اپرووال سیتیو نداریم و بیاین پولاتون رو پس بگیرین. حالا شما 20% دادید، دو سال هم پول مونده دست اینا و میرین پولتون رو پس میگیرین. بنابراین انتخاب یک بیلدر که 100% بیلدر خیلی خیلی مهمه هستش، و در واقع کارنامه‌ش و بیوگرافیش رو شما اگه نگاه بکنید. عامل سوم پس شد لوکیشن، حالا بیلدر، پس اون اگه بخوایم با زونینگ و اینا رو با بیلدر یکی بکنیم، و اینکه ببینید دست، حالا همه اینا دوباره برمیگرده به لوکیشن، به خاطر همینه که اینقدر راجع به لوکیشن زیاد صحبت میشه. همون دسترسی اونجاست، اینکه اون منطقه چه واقعا امنیتیز دور و برش چیه، پس چه جور آدمایی اونجا میخوایم تارگت بکنیم. مثل این پروژه الان ببینید، دسترسی سابوی که همون در دم در خونتونه، در واقع دور و بر بسیار بسیار رستورانای خوب و شیک و درست حسابی اون دور و بر، اجاره های خیلی بالایی خواهد، خیلی اجاره بالاست، خیلی اجاره بالاست و اینونتوری خیلی پایینه. الان اینجا توی خود یانگو سنت کلر الان هشتمین دکیده که پروژه ساخته نشده، 80 ساله. یعنی جدا همین رو می‌خواستم بگم، اون منطقه ما زیاد در واقع اصلا نمی‌بینیم، ندیدیم، اولیه و یه همچین منطقه با یه همچین موقعیتی که قرار گرفته، با این مدرسه های خوب دور و برش، بوتیک و این چیزهای خیلی خوب، از رستوران های خیلی خوب هست، دسترسی بسیار عالی، و میگم خب دیگه بین فورستیل و روزدیل و چقدر فاصله داره؟ یک رو با 10 دقیقه، 12 دقیقه، یک رو با سابوی، بله شاید هم کمتر حتی، چون از جوه بعد دیگه واقعا سابوی خیلی سرعت و خیلی سابوی کوتاه کوتاه داره، ولی با ماشین همون 10 دقیقه یک رو، بله، در تا کور بخوایم برسیم میتاون حساب میشه. و میگم اگه الان بخوایم مقایسه بکنیم با یانگو بلور و یانگو اگلینتون، حتی خیلی خیلی یانگو بلور و یانگو اگلینتون یونیت هایی که قرار اونجا آماده بشه خیلی خیلی زیادتره، که حالا الان میبینم خیلی فرصتی نداریم، ولی میتونم تو برنامه بعدی اگه دوست داشتین راجعش صحبت بکنم. پس یونیت هایی که یانگو اگلینتون و یانگو بلور داره آماده میشه خیلی زیاده، ولی اینجا اصلا نداریم، درسته؟ پس در نتیجه خیلی خود این کم بودنش و پیشرفت و به فرد بودنش میتونه یکی از امتیازهای بسیار بسیار خاصش باشه. بعدش بس الان بیننده‌ای عزیزمون برای ورکشیت پی، بله الان فکر میکنم به خاطر که ببخشید وسط حرف شما، بهترین راه الان این باشه که تماس بگیرن، دیتیلز پروژه رو توی یه دونه ایمیل دریافت بکنن، روش دوباره ریویو بکنن، و میگم هیچ گونه تعهدی شما وقتی که ورکشیت رو سابمیت میکنید ندارید، فقط داریم میگیم من چه جور یونیتی تو چه طبقه با چه ویوی و چه باجتی دوست دارم، و پس باعث میشه که اون وی آی پی بروکر بتونه اونا رو بیاره و چند تا به شما چویس مختلف نشون بده، و تازه شما از رو اونا میتونید یکی رو انتخاب بکنید.
خیلی متشکر آقای پرتوش، بازم ممنونین. دقیقا مثل پروژه بیبی ات ویلیج شما اولین در واقع اخباری رو که ما میتونستیم در مورد این پروژه ها به دست بیاریم از شما داریم میشنویم و این نشون میده که واقعا میتونید بهترین ها رو برای بیننده‌های برنامه ما بیارید و همینطور برای دوستانی که به شما مراجعه میکنن برای سرمایه گذاری. خب بیننده‌های عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. دوباره تشکر میکنم که بیننده برنامه ما هستید. این برنامه رو جمعه ها ساعت 9 شب و سه شنبه ها 7 تا 7 و نیم شب در خدمتتون هستیم. احیانا هر گونه سوال و پیشنهادی داشتید میتونید با آقای آرمین پرتوش تماس بگیرید و سوالاتتون رو حتی با ایمیل، از طریق ایمیل هم همینطور، اینستاگرام هم همینطور، آدرس اینستاگرام ایشون هم پایین تصویر تلویزیون میبینید. دوستان عزیز، امیدواریم که شما یکی از این سرمایه گذاران بهترین پروژه های منتخب در تورنتو باشید. متشکرم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.